ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود، پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه، آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی، بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت، دو چیز رو تحمل نمیکرد. این شاه از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمیکرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مواجه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنین 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا.